متاسفانه با خبر شدیم سعید راد، هنرمند قدیمی و پیشکسوت کشورمان، پس از گذراندن دوره طولانی بیماری دار فانی را وداع گفت. برای دوستداران و علاقمندان و خانواده ایشان آرزوی صبر داریم. صبح دیروز 31 تیر 1403 بود که نگاه راد، دختر سعید راد، از وخامت حال او خبر داده بود و بیان کرده بود: علارغم تمامی تلاش‌های کادر درمان و درمان‌های طولانی، اما متأسفانه بهبودی در روند حال ایشان ایجاد نشده و از مردم و طرفداران ایشان خواسته بود برای وی دعا کنند. اما امروز خبر درگذشت این هنرپیشه قدیمی طرفداران وی را در شوک بزرگی فرو برد. اما چه اتفاقی برای سعید راد افتاد که دچار چنین وضعیت تلخی شده؟ در ادامه به همین موضوع میپردازیم. قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مند هستید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. سعید راد که از اواخر سال گذشته اخبار نگران کننده ای راجع به سلامتی وی منتشر شده بود، دقایقی قبل، در حالی که تنها 3 ماه تا فوت کردن شمع 80 سالگیش مانده بود، درگذشت. شهریور ماه سال گذشته سعید راد در منزل و به دنبال یک زمین خوردگی دچار مصدومیت شد و پس از مراجعه به بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفت و بعد از 1 ماه توانست با باکر راه برود. پیشتر دختر این هنرمند اعلام کرده بود به دلیل اینکه پروتز مورد استفاده به خوبی در کمر ایشان قرار نگرفته بود، مشکلات بعدی پیش آمد که بعد از مراجعه به بیمارستان دوباره عمل جراحی انجام شد و مدت 8 هفته فیزیوتراپی مداوم انجام شد. اما متاسفانه علارغم فیزیوتراپی ها دیگر ایشان توانایی راه رفتن پیدا نکرد. به مرور از اواخر سال گذشته مشکلات دیگری چون عفونت ریه و مثانه نیز به مشکلات راه رفتن ایشان اضافه شد و وی تحت یک عمل جراحی ناموفق قرار گرفت، به طوری که این هنرمند حدود 10 ماه در بستر بیماری بود. اما طی 2 ماه اخیر روند درمان به خوبی پیش نرفت تا اینکه قلمرو هنر ایران دقایقی قبل این هنرمند را از دست داد. روحش شاد و یادش گرامی. سعید راد با نام اصلی احمد سعید حق پرست راد، متولد 4 آبان 1323 در تهران است. ایشان فعالیتش را قبل از انقلاب 57 شروع کرد و در آن زمان برای بازی در فیلم صبح روز چهارم در سال 1351 و تنگنا در سال 1352 2 جایزه از جشنواره سینمایی سپاس کسب کرد. آقای سعید راد تا حالا دوبار ازدواج کرده که هر دو هم منجر به طلاق شده است. ایشان از ازدواج اول خود 1 دختر به نام نگاه و 1 پسر به نام سام دارد. دختر سعید راد دندان پزشک است و بعد از سالها از کانادا به ایران مهاجرت کرد. او 2 پسر به نامهای آریا و آدام همتی دارد که فوتبالیست هستند. آدام عضو تیم جوانان پرسپولیس و در زمان برانکو در رده بزرگسالان هم توانست چند باری بازی انجام دهد. سام پسر سعید راد هم در زمینه وکالت فعالیت کرده و ساکن کانادا است. این بازیگر خوش‌چهره و خوش‌تیپ در ایام جوانی جذب بازی بولینگ شد و یکی از افراد ماهر در این رشته ورزشی است و حتی به مقام قهرمانی هم در این رشته رسیده است. او در کنار زنده یا داوود رشیدی به هنرمندی پرداخت. سعید راد در سال 1363 در فیلم بسیار پربیننده و پرطرفدار عقاب‌ها به ایفای نقش پرداخت که بعد از آن به اوج شهرت و افتخار رسید. فیلم عقاب‌ها اولین فیلم ایرانی در مورد جنگ ایران و عراق بود که ساخته ساموئل خاچکیان بود و به فروش بالایی دست پیدا کرد. این هنرمند بعد از فیلم عقاب‌ها به خارج از ایران مهاجرت کرد و در سال 78 دوباره به ایران برگشت و در سال 82 در فیلم دوئل به کارگردانی احمد رضا درویش ایفای نقش کرد. سعید راد بعد از بازگشتن به ایران در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی مثل در چشم باد، سرزمین کهن، پایان خدمت، چه گیلدخ و ترور خاموش نقش آفرینی کرد و در 3 جشنواره فیلم فجر برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم گیرنده شد. او در مصاحبه ای گفته که پدرش از افسران حزب توده بود که در زمان کودکی او در جریان یک پرواز آزمایشی سقوط کرد و جان سپرد. سعید راد از 5 سالگی به همراه مادرش در محله‌ای در شمیران در کوچه فردوسی که در حوالی خانه هنرمندان و شاعران و نویسندگان بزرگی بود زندگی می کرد.
او با پسر نیما یوشیج دوست بود و با او بازی میکرد، ولی نمیدانست که پدرش شاعر مهمی است. او بعدها شنید که آنجا معروف بوده به کوچه روشنفکرها. در پاسخ به این سال که آیا شما از بچگی به سینما علاقه مند بودید، گفته مثل الان نبود که سینما زیاد باشد. خانواده ما هم نمیگذاشتن با دوستانمان بیرون برویم. نهایت تفریحمان بسکتبال بود، تنیس بود، مسابقه میدادیم، روپایی میزدیم. البته از همان بچگی من فوتبال هم زیاد دوست نداشتم. دو سالی هم توی دانشکده کشاورزی کرج درس خواندم، ولی بعدش به خاطر اینکه علاقه نداشتم انصراف دادم. شاید آدم وقتی بچه است خیلی کارها دوست دارد، ولی وقتی در دسترس نیست و انجام نمیدهد و خانواده نمیبرند، انگار آدم بیخیالش میشود. اما وقتی که بزرگتر شدم، تفریح اصلی من بولینگ بود. جذب بولینگ شدم، خیلی خوشم میآمد. انقدر بازی کردم که قهرمان شدم. بولینگ ابدو میرفتم که الان شده مجتمع چمران. اون موقع فقط بولینگ داشت، بعدم به هیچ سالون و استخر و اینجور چیزا اضافه شد. سینما و اینا مجتمع بزرگی شد که بعدن تیم پرسپولیس را تشکیل دادند و خریدند و دست هوادارا و اینا تشکیل شد. هنرپیشه ها و کارگردان ها می آمدن بولینگ و همه هم دیگر را می دیدن. یک روز علی زریندست آمد و سلام علیک کرد و بعد هم گفت دوست داری فیلم بازی کنی؟ گفتم نه. بعدش هم رفتم دنبال کارم. بعد از بازی که آمدیم نشستیم، برادرش که بهش می گفتن تونی، او هم فیلم ساز بود، هاشم خان را ساخته بود. آن فیلمی که ساخته بود را آورد توی سالن بولینگ نمایش داد و من اونجا با او آشنا شدم. من تا آن زمان 3 فیلم بیشتر ندیده بودم، همان هاشم خان، گنج قارون و روسپی. یعنی یک فیلم از فردین، یک فیلم از بهرام بیضایی و یک فیلم از بهروز وثوقی. چون دیگر فرصت نداشتم، همش عشقم بولینگ بود. خودش گفته که در اواسط پروژه خداحافظ رفیق ازدواج کردم. همسر اولم که صاحب یک دختر و پسر شدیم و دختر و پسرم الان ساکن کانادا هستن و بعد از مدتی هم از همسر اولم جدا شدم. بعد هم در سال 54 وقتی که 28 ساله بود برای بار دوم ازدواج کرد. سعید راد به خاطر همان شهرت باور نکردنی که در فیلم عقاب‌ها در سال 63 داشت، با اعمال نظارت و سلیقه مدیران وقت بدون هیچ دلیلی ممنوع کار شد که بعد از حل نشدن مشکل ممنوع کاریش ایران را ترک کرد. مدتی در هند بود، بعد به آمریکا و کانادا رفت. در نهایت هم در سال 78 و در سن 55 سالگی به کشور برگشت. روحش شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواهید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.